سلام، روزتون بخیر. امروز میخوام در مورد اعداد گویا صحبت کنم، ولی قبل از اون باید کسرهای ساده نشدنی رو با همدیگه بحث کنیم. ببینید، کسرهایی که صورت و مخرج اونها ساده تر نشن رو میگیم کسرهای ساده نشدنی، مثل 225، 481، 572. ولی دقت کنید، 800 کسر ساده شدنیه که وقتی سادهش میکنیم میتونیم به 2 ساده کنیم، میشه 4/5، دوباره به 2 میشه 225. ولی 225 دیگه ساده تر نمیشه. وقتی که در مورد اعداد گویا و اعداد مختوم، کسرهای مختوم و متناوب صحبت میکنیم، یادتون باشه بحث ما کسرهای ساده نشدنیه. درست شد؟ حالا ما وقتی که کسری رو ساده میکنیم، امروز اصلا در مورد متناوب صحبت نخواهم کرد، فقط در مورد مختوم. انشالله جلسات بعدی در مورد کسرهای متناوب صحبت میکنیم. ببینید، هر کسری رو که ما مخرجش رو، یعنی کسر ساده نشدنی، مخرجش رو تجزیه کنیم، مثل 225 که وقتی تجزیه میکنیم مخرجش رو به 5 میرسیم، فقط 5، یا به فرض مثال میایم 1/10 وقتی تجزیه میکنیم به 2/5 میرسیم، و یا کسر دیگه مثل 1/16 وقتی تجزیه میکنیم بچه فقط و فقط به 2 میرسیم. کسرهایی رو که مخرجشون رو تجزیه کنیم فقط به 5 یا فقط به 2 یا 2/5 برسیم، کسرهای مختوم هستن. یعنی چی مختوم هستن؟ یعنی اگر بیاییم تقسیم رو انجام بدیم، اون کسر به اعداد اعشاری خط میشه که ادامه دار نیست، ولی در متناوب ها این گونه نیست. به فرض مثال اگر من بیام 2 رو تقسیم بر 25 کنم، نگاه کنید، به 2/25 نخواهد شد. یه خط کسری میکشم، در واقع خط کسری اعداد اعشار رو میزنم، 20 هم به 25 نخواهد شد، یه صفر میذارم. حالا 8/25 تا 800 قاعدتا اول یه صفر اینجا خواهد شد 2، و در نتیجه این کسر مختومه، یعنی 2/25 به 800 خط شد و این عدد اعشاری ادامه نداره. حالا وقتی متناوب رو مثال زدیم، اینو بیشتر یاد میگیرید. با شرکت در کلاس های آموزشگاه جهان دانش، حس خوب آموزش و یادگیری رو از اول ابتدایی تا کنکور می توانید تجربه کنید.